به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز، بر او علم یک ذره پوشیدنیست، که پیدا و پنهان به نزدش یکیست. سلام و عرض ادب و احترام تقدیم همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر کجایی که هستید. عزیزان و برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا را نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند، سلامت، جانجور، تیار باشین. بسیار بسیار خوشحال هستم که یک روز دیگه قسمت از من شد تا در خدمت شما بزرگواران و عزیزان باشم. دوستان و محترمان، اول هفته است و یک روز شنبه بسیار زیبای دیگر و همچون هفته‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم علیزاده. تشکر، علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و همه بینندگان خوب فارسی زبان این برنامه. خدا رو شکر که بار دیگر توفیق پیدا کردیم که در خدمت شما خوبان باشه. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. دوستان و بینندگان محترم از ما، همطور که شما دوستان برنامه خودتان را در روزهای شنبه دنبال میکنید، میدانید که بحث ما در روزهای شنبه پیرامون مباحث مختلف فرزند پروری یا پرورش و تربیت اولاد است، که چگونه اولادهای خودمون را پرورش بدیم، رشد بدیم، تا انشالله که به یک حد خوبی از کمال انسانی برسند. در قسمت‌های گذشته کارشناس محترم با ما و شما در مورد مسائل مختلف از آموزش اولادها و سپس در مورد حمایت از اولادها صحبت کردن. انشالله بحث امروز را با یک سوال از کارشناس محترم آغاز میکنیم. خانم علیزاده بزرگوار، اولاد یک میوه بسیار شیرین است. هر کار که اولاد میکنه دشان پدر و مادر بسیار خوب میرسه و حتی اگر اولاد یک خطا میکنه پدر و مادر خوش میشن که چقدر زیبا، یعنی خطا را چقدر زیبا انجام داد. و بسیار جالب است که ما اولاد دیگه مردم را نگاه میکنیم، اشتباهاتشان متوجه میشیم، یا اگر خطایی انجام میده، یا اگر مثلا اولاد دیگه مردم رویش ناشوشته است یا کالایش تمیز نیست، اینا همه رو متوجه میشیم، ولی به اولاد خود انسان که میرسه کلاگه اینا زیبا و نورمند معلوم میشه. و مردم هرچقدر هم که اولادشان بدی داشته باشه، بدی اولاد دشان انسان ناخودآگاه خوبی میرسه. یک حس و یک غریزه است که فکر میکنم که اکثر انسان ها نمیره تجربه کردن، کسایی که اولاد دار شدن. و اگر هم اشتباهی ما در اولاد خودمون میبینیم، اما اشتباه رو بسیار کوچک میبینیم، ناراحت میشیم از او جهت که دوست میداریم که اولادمون یک پله از او چیزی که دشان از ما است بالاتر باشه، و نه که به صورت جدی احساس بکنیم که یک مشکل جدی اولاد از ما داره. برای هموست که گاهی اوقات هست که خانم علیزاده بزرگوار، انسان در محبت خود نسبت به اولاد خودش افراط میکنه. در اما مسئله حمایت که شما در قسمت‌های گذشته فرمودید، در حمایت خود نسبت به اولاد خودش افراط میکنه. هر کار که اولاد میکنه سعی میکنه که با محبت، با دوستی خوب میکنه که نمی اولاد می کار کرد، اشتباه نمیکنه، انشالله که اشتباه نمیکنه، و نادیده میگیره خطاهای اولاد خودش را. در این برنامه ما میخوایم که شما در مورد مسئله مقابل حمایت صحبت بکنید، چون که یاد است که اولاد ممکنه یک کار اشتباه انجام بده، نیاز داشته باشه که ما به عنوان پدر یا مادر نظارت داشته باشیم، بگم گوش کنی تو این کار را انجام نده، یا اگر در جای اشتباه کرد ما نظارت داشته باشم و متوجه اشتباه اولاد خودم شوم. در این برنامه در مورد این مسئله صحبت کنید که نظارت بر اولاد چگونه باید باشه و به ویژه در چه حیطه‌های حساسیت بیشتری داره و ما باید دقیق‌تر نظارت و کنترل داشته باشیم برای اولاد خودم. بله، بسیار خوب.
خان بینی جون، بحث ما از خانواده شروع شد. بله. و نقشه خانواده رو گفتیم، رسیدیم به این بحثی نظارت. درست. که به قول شما مقابل حمایت است و بسیار از خانواده ها آنچنان از فرزند خود حمایت میکنه که خطاهای از او را نمیبینه و یا بسیار کوچک، به این خاطر که بسیار از والدین پرده پوشی میکنیم خطاهای اولادهای خود را و احساس میکنیم که خیرم بچه من این خطا را کرد خیر باشه، کلان که شد خوب میشه، یا دفعه بعدی خطا را نمی کنه و سعی نمی کنیم که گوشزد کنیم خطای زوره. بله. سعی نمی کنیم که نظارت داشته باشیم برو که بار دیگری خطا را تکرار نکنه. نباید وقتی اولاد یک خطای کوچیک را انجام میده بلا فاصله او را تنبیه کنیم، این درست نیست. شما باید فرصت جبران بدین. یک بار گوشزد میکنی، دو بار گوشزد میکنی، دفعه سوم تهدید میکنی بچه‌م اگر این خطا را یک بار دیگه تکرار کنی دیگه یه رقم برخورد نمیکنم، دفعه دیگه ده پدرت میکنم، یا دفعه دیگه من با این خوشرویی با تو برخورد نمیکنم، یک رقم دیگه برخورد میکنم که می اولاد دستش بیایه که فقط من هر وقت خطا کردم می مادر من یک گوشزد میکنه و خلاص. در مرتبه بعد شما میتونید خطای از رو در پدر از رو برسانید و او یک نظری بده و یا دفعه بعد یک تنبیه در نظر بگیرید از یک کاری که بسیار خوشایند است برای زو، او رو محروم بسازید و این طریق او رو تنبیه میکنید. خب این بحث نظارت اگه ما باز کنیم که مقابل حمایت از دوستای عزیز، نظارت یعنی کنترل اولاد. بله. یعنی که ما باید بدانیم که می اولاد از ما در کجا میره، با کی میره، چی کار میکنه، چی میخونه، چی گپ و گفتی داره، چی رفیقایی داره، چی بازیهایی داره، همینا رو ما باید نظارت داشته باشیم. چرا؟ چون دنیای امروز که بسیار عصر تکنولوژی است و پیشرفت و انفجار اطلاعات، گفتیم که وظیفه ما والدین، وظیفه ما پدر و مادر بسیار سخت‌تر و حساس‌تر نسبت به گذشته شده. چرا؟ چون که در گذشته خب اولاد و کودک و طفلا با قوم خیش ارتباط داشتن. بله. در داخل سرک با همسایه ارتباط داشتیم، با بچه های همسایه بازی میکردن، خارج از اون نبود. یعنی ما اطمینان داشتیم که همسایه های ما چی رقم است، اطمینان داشتیم که قوم خویش ما چی رقم است. خب اولادای ما با اولادای همونا مشغول بازی و گفتگو و بالاخره رفت آمد با همونا بود. بس نیاز جدی به نظارت و کنترل احساس نمیشدن. احساس نظارت جدی نداشتیم. چرا؟ چون شناخت داشتیم از خانواده، چون میدونستیم که این خانواده یعنی فرهنگ، اینی گویشه، اینی منیشه داره، یه به شکل خود مانسته. بله. تفاوتی در صورت نبود. ولی امروز اولاد ما در خانه نشسته، در یک فضایی بسته و ما اطمینان داریم که اولاد ما خب در خانه است، مشکل نیست، در حالی که در ارتباط است با دنیای مجازی، با افرادهایی که نه ما رو میشناسیم. بله. نه او رو ما دیدیم، نه از فرهنگ و مذهب و عنعنات از ما خبر داریم، ولی اولاد ما در ارتباط است، با او گپ میزنه، با او چت میکنه، با او بالاخره حفرت رو بدل میکنه و تأثیر متقابل حتما داره. پس برای همین است که امروز بسیار وظیفه پدر و مادر خطیرتر شده و بسیار آگاه تر هست که مقابله کنه با این ارتباطات اولادای خود و بسیار نظارت داشته باشه. وقتی من یک گپ از نظارت میزنم، این رقم نیست که سر اولاد خود بره چی میکنی؟ کجا هستی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟ این رقم نه. ببینید